درود بر شما و سپاسگزار از مهر شما. همونگونه که گفتید وعده داده بودیم که به ماجرای نهضت آزادی و نقش این گروه در پیش درآمد انقلاب 57 و ادامه اون بپردازیم، ولی حتما شما پرسشهایی رو از پیش فراهم کردید و با این پرسش ها برنامه رو آغاز خواهیم. بله، خواهش با آقای امینی عزیز. بله، میخواستم ببینم زمینه تاریخی پیدایش نهضت آزادی به چه دورانی برمیگرده؟ آیا به دوران پس از 28 مرداد، ماجرای 28 مرداد؟ از نظر تاریخی کاملا فرمای شما درسته. این از نظر تاریخی نهضت آزادی پس از 28 مرداد، خیلی خیلی پس از 28 مرداد، در سال 1340 در واقع تشکیل شد. بعد از نهضت مقاومت، اول نهضت مقاومت بود که زنجانی ایجاد کرد، به اون خواهم پرداخت. بعد نهضت آزادی در سال 1340 به وجود آمد. نهضت مقاومت رو زنجانی در سالهای، در همون ماهای پس از 28 مرداد دعوت کرد به وجود بیاید و نشستهایی هم روزهای پنجشنبه داشتن که در منزل ما برگزار می شد و پدر من میزبان این برنامه ها بود. ولی از نقطه نظر فکری اندیشه‌ای باید گفت که خط فکری نهضت آزادی باز می گردد به دوران پس از رضا شاه. پس اینکه رضا شاه، متفقین آمدند و دولت رضا شاه به پایان رسید و یک درجه ای از آزادی ها در ایران به وجود آمد، یکی از گروه هایی که از جریان هایی که در جامعه ایران خیلی پروبال پیدا کرد و به میدان آمد، جریان های مذهبی بود. و این جریان های مذهبی از دوره آغاز پادشاهی رضا شاه، شاید هم پیش از اون در دوره مشروطه به این سوی، بسیار خانه نشین شده بودند. و خب نمونه برجسته اون اعدام رهبر نمادین جریان مشروعیت در میدان توپخانه، آقای شیخ فضل‌الله نوری بود که پس از پیروزی مشروطه خواهان بر تهران روی داد. این است که تا حدود زیادی اونها از میدان سیاست کنار کشیده بودند. البته دو عامل دیگری در کنارگیری بسیاری از نیروهای مذهبی از سپهر سیاست، وجود دو شخصیت بسیار برجسته مذهبی در نجف و قم بود. در نجف آستابالحسن اصفهانی که مرجع مطلق شیعیان به شمار می آمد، او جلوگیری می کرد از هر گونه دخالت در سیاست. تجربه آزمون عراق رو داشت. ایران تنها کشور شیعی بود، رضا شاه تنها پادشاه شیعی به شمار می آمد و او از رضا شاه پشتیبانی می کرد و جلوگیری می کرد از اینکه آخوندهای نجف در سیاست دخالت کنند. در ایران هم در قم آقای حائری یزدی، پایه‌گذار حوزه علمی قم، از سال 1300 تقریبا همزمان با فراز رضا شاه به قدرت، به فرمان روایی، او هم سخت با شرکت آخوندها در سیاست مخالف بود. بنابراین یک فضایی به وجود آمده بود، یک سپهر اندیشه‌ای سیاسی شکل گرفته بود که با توجه به اینکه دولت رضا شاه هم سخت به نفوذ روحانیان در حوزه‌های مختلف میتازید، اونها ناتوان شده بودند. بسیاری از مدرسه‌های دینی در ایران رو از بنیادهای مذهبی، از مسجدها و غیره گرفته بودند و اینها رو مدرسه‌های دولتی کرده بودند. پس از شهریور 20 رفته رفته می‌بینیم که در اون دو سه سال آغازین پس از شهریور 20، جوانه های بازگشت این گروه ها به سپهر سیاست و جامعه رو کاملا مشاهده می کنیم. تا جایی که در میانه این دهه 1320 نزدیک به 200 گروه مذهبی در ایران به وجود آمده بود. 200 گروه؟ 200 گروه مذهبی در ایران به وجود آمده. گروه های کوچکی بودن خیلی از اینها. یکی از کسانی که سخت از فراز و پیدایش این گروه های مذهبی پشتیبانی می کرد، آقای طباطبایی بود، سید ضیا، که پس از بازگشت به ایران در سال 1322 با پشتیبانی بریتانیا، این گروه های مذهبی رو نیروی مهمی در جلوگیری از رشد حزب توده و جریان های چپ می دانست. و در این باره با اسناد زیاد داریم، من نمی خواهم اشاره کنم. یکی از برجسته ترین این گروه ها
گروهی بود که کسی به نام حاج سراج انصاری که از عراق به ایران برگشته بود او به وجود آمد و در آغاز هم اسمش بود جمعیت مبارزه با بیدینی و یکی از فعالترین آدم ها در مقابله با کسروی بود. البته طرفدار، یعنی رسما نمی گفت که طرفدار کشتن کسروی است. گروهی را درست کرد، گروه اسلامی، مجله ای رو هم بیرون میدادن اینها، که این تا سال 1335 ادامه پیدا کرد. این خط فکری حاج سراج که تا حدودی متفاوت بود از کاری که فدایان اسلام انجام میدادند، این خط فکری با اندیشه هایی که بعدها به پیدایش نهضت آزادی انجامید خیلی نزدیکی داشت. یعنی اینها آدم هایی بودند که باور داشتند باید جامعه رو اسلامی کرد و اسلام برای اینها مهمتر از یک سودای مطلق سیاسی بود. شما در کارنامه زندگی پایه‌گذاران نهضت آزادی رو هم که میبینید، مانند یدالله صحابی، یدالله صحابی پیش از 28 مرداد اصلا در سیاست دخالت نمیکرد. دکتر بازرگان، مهندس بازرگان، دخالتش در سیاست در اون جای بود که مصدق او رو به وزارت فرهنگ آورد و سپس در شرکت نفت گمارد و برای خلعیت، ولی فعالیت سیاسی مستقلی این گروه ها، این آدم ها نداشتن و بیشتر به اندیشه های دینی و گسترش اندیشه های دینی باور داشتن. یک نمونه از این گونه آدم هایی که بعدها باید گفت از نقطه نظر فکری نهضت آزادی با اونها، با خط اونها هماهنگ شد، پدر دکتر علی شریعتی است که در مشهد زندگی می کرد و آدم نسبتا روشنی بود و انتقادهایی هم به ساختار روحانی روحانیت شیعی در ایران داشت که شاید از این بستر بود که علی شریعتی به این اندیشه ها وارد شد. بنابراین پایه اندیشه‌ای جریانی مانند نهضت آزادی در دوران پس از شهریور 20 بسته شد، در همون دورانی که همین آدم های مانند حاج سراج انصاری و دیگران کار میکردند و فعالیت میکردند و خیلی هم کوشا بودند و آدم های زیادی رو به سوی خودشون کشانده بودند. البته رقابت داشتند با کسانی مانند زنده یاد احمد کسروی تا اون دوره که کشته نشده بود و سپس هم با توده ای ها، و آدم هایی بودند سخت ضد بهایی، ضد آیین اهل سنت، هوادار گسترش اندیشه های اسلامی، ولی با رفتار فدایان یا فدایان اسلام یا کارهای ترور اونها خیلی نزدیک نبودن، محکوم نمی کردن، ولی مسیر دیگری رو در واقع طی کردن. اون حرکت فدایان اسلام تبدیل شد به جمعیت مؤتلفه. این حرکت های بیشتر مدنی رهبران دینی اون زمان رفت رفته از درون خود جریانی به نام نهضت آزادی رو به وجود آورد. یعنی نهضت آزادی یه تعادلی؟ ببخشید اینجا یه نکته هم خدمتون بگم. نهضت آزادی پس از 28 مرداد شکل گرفته، یعنی پس از اینکه حاج آقا رضا زنجانی اون دعوت رو کرد برای اون نهضت مقاومت و گروهی به وجود آمد که جبهه ملی هم در دل اون در واقع شکل ادامه پیدا کرد، آقای بازرگان و صحابی هم به این حرکت پیوستند. ولی خب بعدها گرفتاری های پیدا شد که در ادامه گفتگوی امروز به اون خواهم پرداخت. آقای امینی، الان به نظرم موقعش هست درباره این گروه حجتیه بله. سخن بگوید. این گروه هم یکی از این گروه های متشکله دوران رضا شاه و بعد از رضا شاه بود؟ نه، جالب اینجاست، گروه حجتیه آقای حلبی، این گروه ولایتی حلبی، این گروه پس از 28 مرداد شکل گرفت. یعنی یک گروهی بود که در زیر سرپناه دولتی کوشش میکرد. ببینید پس از 28 مرداد یک کار سازمان یافته از سوی دولت زاهدی و با پشتیبانی آقای بروجردی انجام شد برای اینکه یک اتحادی باشد که مردم رو به سوی مبارزه با بهائیان بکشانند و مسئله سیاست رو در واقع دگرگون بکنند. اگر شما در اون هنگام
بودید ولی شاید خیلی خردسال بودید، یکی از نخستین کارهای دولت زاهدی پس از 28 مرداد. من 18 سالم بوده قربان. بله؟ اگه بنده مورد نظرتونه 18 سالم بوده. خب پس نه خردسال نبودید. شما حتما بنابراین به یاد دارید که آقای باتمان قلیج رفتن و خزینه القدس رو ویران کردن و پیکره ایشان در روزنامه ها به چاپ رسید که با افتخار در واقع این پایگاه بهاییان تهران رو ویران کرده بودند. و در این حرکت آقای کاشانی، آقای بروجردی و این آقای حلبی خیلی فعال بودند. این آقای حلبی کسی است که جمعیت حجتیه رو به راه انداخت و جمعیت حجتیه یک موضوع بیشتر نداشت و اون هم مبارزه با بهاییان بود. و جالب اینجاست که در این جمعیت حجتیه بسیاری از افسران و امیران ارتش هم نقش داشتند. این با حرکت نهضت آزادی کاملا متفاوت است. حرکت نهضت آزادی پیوندی با این جریان نداره، حجتی هم از دل حکومت در واقع در آمده و نمیتوان به اون به عنوان یک جریان سیاسی تنها مذهبی نگاه کرد. اگرچه رهبران نهضت آزادی سخت دشمن بهاییان بودند و در نقد به بهاییان رقابت میکردند با حجتیه، ولی اونها یه جریان کاملا جدایی به شمار میامدند. این آقای حلبی اهل کدام منطقه از ایران بود؟ من در مشهد دیدمش. بله؟ در مشهد. بله خراسانی، فکر میکنم پایگاه اینها در خراسان بود، در مشهد بود. بله. اساسا بله، ولی با جریان نهضت آزادی یکی به شمار نمیآید. یک پرسش دیگه در باب حجتیه. بله، گفته میشد که آقای خامنه‌ای عضو حجتیه است و خیلی ها رو گفتن که با حجتیه نزدیک بودند. اگر هم آقای خامنه‌ای با حجتیه نزدیک بوده، خامنه‌ای جوان بوده و در اون دوران با گروه های متفاوتی نزدیک شده. من آگاهی دست اول در این زمینه ندارم و نمیخوام گفتگو امروز رو هم منحرف به زندگی خامنه‌ای بکنم، ولی بعید نمیدانم که ایشان هم با حجتی همکاری میکرده. بله. خب آقای امینی بفرمایید که سرنوشت فدایان اسلام چه بود؟ آیا اونها هم و بازماندگانشون هم نقشی در به وجود آوردن نهضت آزادی داشتن؟ نه، ببینید نهضت آزادی، پایه پیدایش نهضت آزادی و کسانی که این گروه رو ایجاد کردند، آدم های درس خوانده طبقه مرفه در ایران بودند. فدایان اسلام اینها از میان تهیدستان، از آدم های پایین، طلاب پایین جامعه برخواسته بودند. سواد هم نداشتند، یعنی اصلا دنبال نه درس خواندن بودند، حتی درس طلبگی هم خیلی از اینها نخونده بودند. برخی از اینها لات و باش محله ها بودند، مثل همین حاج آقا مهدی عراقی یا دیگران که حتی به قول خودش سواد فارسی هم نداشت. حالا واقعا نوشتن رو اونقدرها دقیق نمیدونست. آنچه هم که از او باقی مانده، اون یادمانده شفاهی گفتگوهای او با یک گروهی از دانشجویان مسلمان در پاریس هست، در همون دورانی که آقای خمینی در پاریس. اینها خیلی خط متفاوتی داشتن. نهضت آزادی اساسا در میان دانشگاهیان شکل گرفت و ماجرا هم باز میگردد به این رویداد خیلی جالب، به ویژه برای کسانی که وقتی به تاریخ ایران نگاه میکنن نقد میکنن به اینکه این حکومت کنونی خودکامه است و قانون رو زیر پا نهاده که کاملا درسته. فراموش میکنن که پایه این نوع رفتارها باز میگردد به رفتار دوران محمد رضا شاه. پس از 28 مرداد که آقای دکتر سیاسی رئیس دانشگاه بود، یک دستوری داده شد به دکتر سیاسی که 12 نفر رو از دانشگاه اخراج بکنه، که دکتر بازرگان، مهندس بازرگان یکی از اینها بود. اینها چون فعالیت داشتن، میدونید صحابی و بازرگان اینها اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بودن خیلی پیشتر، و صحابی و بازرگان در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت به جنبشی که مصدق رهبری اون رو داشت در پیوستن. این گروه، ببخشید صدای من میرسه جناب محی؟ بله بله بله.
این گروه رو دستور دادن که از دانشگاه تهران خارج بشود، اخراج کنند. این خیلی جالبه، این دستور که صادر شد هنگامی که آقای دکتر علی سیاسی، علی اکبر سیاسی، رئیس انتخابی وقت دانشگاه تهران رسید، او نپذیرفت این دستور. آقای زاهدی ایشان رو به دفتر خودش میخواهد و به او میگوید که این این عباراتی است که در یادماندهی که از سیاسی در دست است آمده. یک یادداشتی رو با همین نام این 12 نفر استادان مغضوب به قول معروف از کشوی میزش در میاره و میگوید اعلی حضرت امر فرمودند که اینها را از دانشگاه اخراج کنید. اعلی حضرت فوق العاده خشمناک و اخراج فوری اینها رو میخواهند. من نمیدونم کدام بند قانون اساسی به پادشاه این حقوق رو داده که به رئیس دانشگاه دستور بدهد که استاد دانشگاه را از دانشگاه به دلیل سیاسی، به بهانه سیاسی اخراج کنند. ولی کجای قانون اساسی رو رعایت میکردن؟ دکتر سیاسی نمیپذیره و از زاهدی میخواهد، چون همه برای او خیلی احترام قائل بودن. شما حتما دکتر علی اکبر سیاسی رو با زندگیش آشنا هستین، یه آدمی بوده که احترام زیادی خیلی ها براش قائل بودن و او میخواهد که برود و بررسی کنند. پس از بررسی میگوید که من اینها رو بیرون نمی کنم. چند روز بعد این عبارتی که خودش گفته، نخست وزیر تلفنی مرا خواست، یعنی آقای اردشیر زاهدی، آقای سپهبد زاهدی، فضل زاهدی، سپهبد زاهدی مرا خواست و گفت جناب آقای رئیس دانشگاه، اینها که میگویید به خرج اعلی حضرت نمی رود، یعنی اونهایی که گفتید که اینا رو نباید بیرون کرد، پادشاه نمیپذیره، ایشان اخراج این آقایان رو خواستن. گفتم به خرج برود یا نرود، من اگر دستم را قطع کنی با ابلاغ اخراج این استادان موافقت نخواهم کرد. گفت همینطور؟ گفتم همینطور. گفت یعنی میگویید همینطوری به عرض برسانم؟ گفتم مختارید. خب دستور اخراج این 12 استاد دانشگاه رو خود شاه به زاهدی ابلاغ کرده و زاهدی دستور اخراج رو داده. سیاسی زیر بار این کار نرفته. اینها معروف شدن به 12 استاد دانشگاه و آمدن یک گروهی برای ادامه زندگی درست کردن به نام گروه داد، گروه مهندسی داد. یکی از اونها از این گروه کناره گرفت، شدن 11 استاد دانشگاه و شد گروه مهندسی یاد. و این گروه مهندسی یاد نطفه پیدایش نهضت آزادی بود، تا اینکه در جریان آزاد باز شدن جامعه در پایان دهه 1330، همون هنگامی که تقریبا همزمان است با آمدن کسانی مانند اقبال و بعد امینی و دیگران به نخست وزیری، و دورانی است که همزمان است با رئیس جمهوری آقای کندی که مانند کارتر هوادار این بود که جامعه ایران خوب است، باز بشود، اصلاحات بشود، در ایران یک رشته آزادی ها به وجود آمد و جبهه ملی دوم به وجود آمد که آقای بازرگان و صحابی هم در این جبهه ملی دوم بودند. اینها تصمیم گرفتند، این گروه مذهبی که در درون جبهه ملی بود، که بیایند و یک گروه سیاسی حزبی درست کنند که این گروه حزبی بر بنیاد اسلام به وجود بیاید و به این عنوان در جبهه ملی شرکت کنند. یک بیانیه هم نوشتند و مصدق هم نامه ای در پشتیبانی از اونها داد که با این پیشنهاد اونها در شرکت به عنوان یک حزب در جبهه ملی مخالفتی نداره، ولی شورای ملی جبهه ملی با اونها مخالفت کرد و در نتیجه اونها از جبهه ملی جدا شدند و جریانی به وجود آمد در سال 1340 به نام نهضت آزادی. نهضت آزادی از این راه شکل گرفت، نخست از اخراج این استادان از دانشگاه و سپس در این همکاری زودگذر با جبهه ملی، و گروهی گرد هم آمدند و بیانیه‌ای دادند و نهضت آزادی رو شکل دادند و بعدها هم آدم‌های خیلی رادیکالتری از رهبران جبهه ملی در نقد به شاه شدند و خیلی از اونها از جمله بازرگان و صحابی، یدالله صحابی، به زندان افتادند. آقای امینی، این گروه یاد این همچنان ادامه یافت؟ هنوز هست یا به هم خورد؟ نخه، این گروه همون خیلی جالب است. این گروه یاد آمد و این گروه مهندسی یاد آمد و یه ساختمانی رو در تهران برای فعالیت‌های خودش ساخت و
اینم از بازی های تاریخه که مهندسی ساختن این ساختمان رو به کسی دادن به نام مهندس حسین موسوی پیش از انقلاب، که ایشان یه مهندس بود، نه آرشیتکت بود، و ایشان آرشیتکتی بود که این ساختمان رو در واقع طراحی کرد و این ساختمان کانون فعالیت های نهضت آزادی هم شد، ولی آقای موسوی با اونها همکاری نداشت. اینها در واقع در پیرامون خودشون بیشتر دانشگاهیان رو داشتن. جریان فدایان اسلام در تکامل خودش در دوران پس از اون به جمعیت مؤتلفه تبدیل شد. اینها بیشتر طلاب و بازرگانان پایین جامعه بودند که با پشتیبانی آیت الله خمینی آمدن و جمعیت مؤتلفه را از سه گروهی که در سه مسجد در تهران و اصفهان نفوذ داشتن ایجاد کردن و هر کسی که باز مانده بود از دوران فدایان اسلام به این گروه پیوست، یعنی به جمعیت مؤتلفه. مسیری که اینها رفتن و مسیر نهضت آزادی کاملا متفاوت بود. نهضت آزادی بیشتر خودش رو مصدقی میدانست، در حالی که این گروه بیشتر یک گروه رادیکال هوادار ترور بود. ولی پیوندهایی هم میان اونها وجود داشت که بیشترین پیوند از راه شخص آقای طالبانی بود که پشتیبانی میکرد از فدایان اسلام و از جمله همین شخص آقای نواب صفوی در منزل او چند روزی به سر برده بود پیش از اینکه دستگیر بشود. و طالقانی یکی از پای همراه با صحابی و بازرگان از پایه‌گذاران نهضت آزادی بودند. بعدها در خاطرات عزت الله صحابی هم میبینیم که تا چه اندازه ستایش از نواب صفوی وجود می‌داشت و از کارهای فدایان اسلام. ولی خط فکری اونها زاویه با هم داشت. تا حدود زیادی میتوان گفت که نهضت آزادی جریان مذهبی سیاسی بود، در حالی که فدایان اسلام یه جریان رادیکال با گرایش های ترور مذهبی سیاسی به شمار می آمد. از دل نهضت آزادی جریانی مانند مجاهدین به وجود آمد، در حالی که جریان های مانند فدایان اسلام بیشتر با حرکت های کسانی مانند گروه فرقان و کارهای خیلی رادیکال پیوند داشتن. البته گروه فرقان با فدایان اسلام پیوند نداره، ولی بسیاری از رهبران آینده جمهوری اسلامی از دل این کوشش فدایان اسلام بود که بیرون آمده بودند. ولی نهضت آزادی یه گروهی است که نزدیک به شاید 30 سال پس از پیدایش گروه نواب صفوی شکل گرفت و بیشتر هم استادان و فرهیختگان و درس خواندگان جامعه در اون شرکت داشتن. گروه ملل اسلامی چی بود؟ چندین گروه سیاسی به وجود آمد در اون دوران، از جمله گروه ملل اسلامی بود، سپس گروه نخشب بود. خود اینها بخشی از این حرکت نهضت آزادی شدن و جریانهای مدنی اسلامی به شمار می آمدند. با جریانهای رادیکال دیگری مانند گروه فدایان اسلام کاملا متفاوت بود. این نهضت آزادی آقای امینی، بله، یک برنامه روشن سیاسی، یک برنامه و چشمانداز سیاسی مشخصی داشت یا در هم بر هم بود؟ نه خیر، اینها ببینید دو تا مرامنامه منتشر کردن. یه مرامنامه ای که پیش از انقلاب بیرون دادن در کنگره یکم یا دوم نهضت آزادی، الان دقیقا نمیدانم، فکر کنم در کنگره نخست نهضت آزادی. این بیانیه که در کنگره نخست نهضت آزادی بیرون دادند با بیانیه که در کنگره سوم نهضت آزادی منتشر کردند که در تیر ماه 1359 تشکیل شد، یعنی یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاملا متفاوت است. البته جالب اینجاست که در مرامنامه نخست هم شما هیچ نشانه‌ای رد پایی از حقوق فردی، از آزادی، از آنچه که در دنیای مدرن به چشم می‌خوره نمی‌بینید. من اگه اجازه بدهید بخشی از این مرامنامه اولیه نخستین نهضت آزادی رو برای شما می‌خوانم. البته بیشتر جنبه اعلامیه داره. اونها میگن ما بنیاد ما در واقع چهار اصل است. اصل نخست این است که مسلمانی، به این معنا که یگانه وظیفه خود را
روزه و نماز نمی دانیم، بلکه ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی منباب وظیفه ملی و فریضه دینی است و دین را از سیاست جدا نمی دانیم. این گوهره باور اونها در آغاز کار است و حفظ آن را، یعنی حفظ، ببینید خوب نگاه کنید، دوباره می خونم، دین را از سیاست جدا نمی دانیم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می شماریم. آزادی را به عنوان موهبت اولیه الهی، یعنی یک پدیده طبیعی، و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتیازات تشیع می شناسیم. یعنی آزادی بخشی از حقوق شیعی، یعنی از آموزش های شیعی است. آزادی پیوندی با دستاوردهای دوران مدرن، دکارت، نمیدونم جان لاک و دیگران نداره. این آزادی از سنن تشیع بیرون می آید، از نوشته های هزار سال پیش. اونها بودن که آزادی رو در واقع توضیح دادن. مسلمانیم به این معنا که به اصول عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی قبل از انقلاب. ببینید این تنها قسمتی است که یه بند نافی برای خودشون با مدرنیته ایجاد میکنن که مثبته و انسانی قبل از اینکه انقلاب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نماید معتقد بوده ایم. ببینید میگویند که ما این منشور ملل متحد و انقلاب کبیر فرانسه رو احترام براش قائلیم، ولی این وظایف اجتماعی و انسانی که ما بهش باور داریم خیلی پیشتر از انقلاب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد اصلا موجود بوده. این در متون کتاب‌های کتب اربعه روایات شیعی اینها آمده. امام جعفر صادق هم حتما به اینا اشاره کرده. سپس میگوید ایرانی هستیم. میگوید ایرانی بودن ما یعنی ما میخواییم استقلال کشور رو حفظ کنیم، تابع قانون اساسی هستیم، یعنی قانون اساسی مشروطه رو میپذیریم و به آزادی مطبوعات، هم چیزهایی که در قانون اساسی مشروطه آمده وفادار بودن. مصدقی هستیم و مصدق را از خادمین بزرگ و افتخارات ایران و شرق میدانیم، ولی نه به این معنا و مقصدی که از روی جه و قرص تهمت زده و مکتب او را مترادف با هر جمعج و تقویت کمونیسم و تعصب ضد خارجی و جدایی ایران از جهان معرفی کردن و تعریف میکنه از مصدق. این دیدگاه نهضت آزادی یا دست کم بیانیه‌ای بودی که منتشر کردن. در این بیانیه شما نشانی از ارزش‌های مدرن نمی‌بینید، ولی بر روی اینها آدم‌های درس خوانده و اروپا رفته و آشنا با روش‌های مدنی بودند و در نتیجه یک نوع نگاه مذهبی نیمه مدرن رو در اندیشه‌های خودشون باستاب می‌کردند. اما پس از انقلاب ما شاهد یک، یا در جریان انقلاب ما شاهد یک دگرگونی اساسی در جریان نهضت آزادی هستیم. یعنی دیگر اون مرامنامه که الان خدمتتون خوندم اون دیگه کارایی نداره. یعنی ایرانی بودن، قانونگرا بودن، مصدقی بودن، اینها دیگه اهمیت نداره. در تیر ماه 1358 نشست تازه ای از رهبران نهضت آزادی شکل میگیری که آقای یزدی که در گذشته دو هفته پیش از چهرهای برجسته این حرکت است، همراه با آقایان صحابی پدر و پسر. جاموری ادامه بدم یا اینکه میخوای گسستی؟ نه، من منظورم این است که بله، نقش این گروه رو در بنای جمهوری اسلامی چه در سالهای پیش از انقلاب و چه در دوران دولت موقت بیان کنید. حتما، ولی برای اینکه این رو بتوانم بیان کنم جناب مهری، من باید مرامنامه این گروه رو که در تیر ماه 1358 تصویب شده برای همیهنان بخوانم. ببینید حتما ما امروز نگاه میکنیم به اینکه زنده یاد صحابی رو
چگونه خانه نشین کردن، چه رفتار زشتی با او کردن، با خود مهندس بازرگان چه رفتار پلیدی انجام گرفت، دختر دکتر صحابی در مراسم کشتنش خاک سپاری یا مراسم ختم ایشان عملا کشته شد و سپس این آقای یزدی خانه نشین شد. با این رهبران نهضت آزادی واقعا رفتار بدی کردند، اما این رهبران نهضت آزادی در پدید آوردن این رفتاری که اونها قربانی اون جریان شدن نقش داشتن. از این مرامنامه نهضت آزادی، من مرامنامه پیشین رو خواندم، ما مسلمانیم، ایرانی هستیم، طرفدار قانون اساسی هستیم و مصدقی یه بوی اندک مدنیت یا شهروندیگری و مدرنیته، اندکی بوی اون در این بیانیه پیشینی که خوندم بود به مشام میرسه، خیلی اندک. ولی این بیانیه، این مرامنامه نهضت آزادی در پس از انقلابه، یعنی دیگر اینها صاحب این انقلاب شدن، رئیس دولت. و مرامنامه نهضت آزادی بر اصول سگانه زیر استوار است. یک، اصل اول، اصول عالیه اسلام، یگان دین خدایی از آدم تا خاتم. و این دین و این نوع نگاه بنیاد اندیشه‌ای شماره یک. دو، قانون اساسی جمهوری اسلامی که در رفراندوم 11 و 12 آذر ماه 1358 به تصویب نهایی اکثریت مردم ایران رسیده است و یگان سند با اعتبار و پایه استوار وحدت و حکومت می باشد. سه، اعتقاد به وحدت جهانی مسلمانان، تلاش و جهاد مستمر در راه تحقق امت واحد شدن مسلمانان جهان و رهایی مستضعفان جهان. این خط فکری نهضت آزادیه. شما بومی از دموکراسی، آزادی، مدرنیته، اعلامیه جهانی و بشر، اروندیگری در این نمیبینید. این مرامنامه میگوید که اصول عالیه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلام، که جمهوری اسلامی که ولایت فقیه در کانون آن نشسته و شورای نگهبان همه چیز رو پاسداری میکنه و اعتقاد به وحدت جهانی مسلمان، یعنی صدور انقلاب در کانون اندیشه نهضت آزادی است. حالا شکایت میکنن که آقا اینها گریبان ما رو گرفتن. خب بعد میگوید که وظایف ما چیست، اصول برنامه و خط مشی. میبخشید که سر شما رو به درد میارم جناب مهری، ولی این اصول خط مش نهضت آزادی رو شما باید آشنا بشید باش. یک، علف، حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف و انهدام آن. دو، قبول رهبری امام امت. سه، همکاری با روحانیت آگاه. چهار، شناخت و معرفت ضد انقلاب و مبارزه با اشکال گوناگون داخلی و خارجیان. پنج، تشویق مردم به حضور فعال در صحنه و مبارزه، البته اینا ادامه داره. شش، انقلاب فرهنگی، تزکیه و زدودن آثار استبداد، استثمار، استثمار. هفت، تبیین و برقراری ساختن نظام اقتصاد اسلامی و پاکسازی روابط اقتصادی و صنعتی کشور از ارزش‌های ضد اسلامی، یعنی مصادره، کارهایی که آقای صحابی در اون دست داشته. اینها برنامه نهضت آزادی در اون برنامه تقریبا خود خمینیه، برنامه خمینیه. بله آقای، ببینید جناب یزدی در یادماندش نوشته که آقا من برنامه سیاسی خمینی رو من نوشتم. نمیگه آقا من ببخشید اشتباه کردم، خطاب به احمد. بله؟ نوشته. بله، خطاب به احمد خمینی. خطاب به احمد خمینی، این عبارت رو میخونم، این در برگ 737 جلد سوم کتاب خاطرات آقای یزدی آمده. نامی رو در اونجا آورده، چون ببینید انسان وقتی برمیگرده و یادمانده زندگیش رو به روی کاغذ میذاره، بنده فرض کنید نگاه میکنم مثلا شاید 30 سال پیش، 40 سال پیش یه چیزی نوشتم که درست نیست، میگم آقا ببخشید من اینو نوشتم، ولی واقعا پشیمانم که اینو نوشتم. ایشان با افتخار میگه
که به تاریخ 24 بهمن 1369 69 نه 1357 تاریخ 24 بهمن 1369 این نامه رو به آقای احمد خمینی نوشتند، چون در اون هنگام دبیر کل نهضت آزادی هستن. شما خوب میدانید که برنامه سیاسی و اجرایی آقای خمینی را من تنظیم کرده و ایشان تصحیح و تنقیح نمودند که بعدها بر طبق آن شورای انقلاب و دولت موقت تأسیس گردید. حالا البته گزافه گویی هم مانند بسیاری ما ایرانی ها می کنند که همه کار رو من انجام دادم و ایشون از من یاد گرفتن، حالا گویا که این یاد گرفتن چیز خوبی بوده. شما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس رو زده اید که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده است. البته یک دو جین آدم های دیگر هم در این سالها گفتن که ما طراح و مؤسس سپاه پاسداران بودیم، ما این کارا رو کردیم. من نمیدونم این چه افتخاری است که بعضی از این آدم هایی که از حکومت جمهوری اسلامی رنجیدن و به خارج آمدن به سینه خودشون سنجاق میکنه که آقا سپاه پاسداران رو ما درست کردیم که دمار از روزگار مردم ایران در بیاورد، ولی میگن ما بودیم. ولی ایشان میگن که طراح و مؤسس سپاه پاسداران ایشان بودن، طراح و مبتکر روز قدس بوده است. یعنی خودش رو میگه. ببینید روز قدس معناش چیه؟ روز قدس روز مبارزه با وجود دولت اسرائیل است، روز جنگ با یهودیان در جهان است. یعنی این آقای یزدی که من از اون هنگامی که خیلی جوان بودم با ایشون آشنا شدم و یک روز با ایشان دو سه ساعت بودم در واشنگتن، دریافتم که در بنیاد وجود ایشان یک احساس ضد یهود و ضد بهایی وجود داره. اصلا بدیهای جهان رو از این یهودیان آمریکا و دنیا و اسرائیل و بهاییان میدانند که اینها متحد با این یهودیان هستند. ایشان روز قدس رو درست کرده، میگه من درست کردم، که روز قدس روز راهپیمایی است برای آزاد ساختن بیت المقدس و روزی است که بناست که اسرائیل رو به خاک بسپارن، کفن و دفن کنن و از اونجا لشکر بکشن اروپا و آمریکا رو بگیرن. البته اینها موفق نشدن خوشبختانه و داعشی ها سعی کردن این کار انجام بدن که اونها هم خوشبختانه موفق نشدن و نخواهند شد. و میگوید که من در واقع طراح بسیاری از نهادها بودم و از این روز که وقتی شما به این بیانیه و مرامنامه 1358 تیر ماه 59 نگاه میکنید، میبینید که یک پارچه وفادار به یک حکومت دینی هستند و این حکومت دینی است که آمده و گریبان اونها رو گرفته. میبخشید حالا اون پرسش که کردید و من ازش پریدم رو دوباره عنوان کنید و من به اون خواهم پرداخت. پوزش بخوام از شما. خواهش با آقای امینی، راجبه نقش اونها در پیدایش انقلاب و پس از اون در بنای دولت جمهوری اسلامی، چه پیش از پیدایش انقلاب چه پس از آن، ولی در واقع همینا که شما خوندین نشانگر همون دخالتشونه. ببینید درسته، کاملا درسته فرمایش شما، یعنی نشان میده که اینا چه باوری داشتن. ولی به داوری من در جریان انقلاب اسلامی چند جریان به هم پیوست. یعنی ما با هم پیوستن چند، حالا نه رودخانه بلکه دست کم نهرهایی اندیشه‌ای روبرو بودیم که اینها در وجود نمادین آیت الله خمینی به هم پیوستن. یکی اون گروهی که پشتیبانان آشکار آیت الله خمینی بودن، طلاب و روحانیان ایران، که اون گروه از روحانیان و طلاب ایران بسیار رده های پایین تر که بیشتر از دل حرکت مؤتلفه و فدایان اسلام بیرون آمده بودند و خمینی رو، به ویژه خمینی که در دوران آیت الله بروجردی هم متهم شده بود در سال 1327-28 به ویژه که از فدایان اسلام پشتیبانی می کرده در جریان بازگرداندن جنازه رضا شاه به ایران و بردن جنازه به قم که نواب صفوی یارانش نشست درسی آقای بروجردی رو به هم ریختن و بروجردی دستور داد که
یارانش بروند این رو کودک بزنند. یه گروهی پیرامون آقای بروجردی بود، اینها اینها اسمشون آخون بود، ولی اینها بزن بهادرها و لاتهای بروجرد بودن که آقای بروجردی با خودش آورده بود، از جمله ملا علی. این علی حالا آخونده بود، عمامه به سر داشت، اینها بزن بهادرهای آقای بروجردی بودن، رفتن و فدایان اسلام رو زدن و اینها را از شهر بیرون بودن. آقای خمینی با اینها شناسایی شد. این رو آقای این رو منتظری، آقای منتظری در یادماندهش خیلی با دقت توضیح داده و میگوید که تا چند اندازه شیخ علی لور، گفتم ملا اسم شیخ علی لور، آقای منتظری میگوید که حتی برای نوروز که رفته بودن پیش آقای نوروز، ببخشید نه، برای عید فطر فکر میکنم، عید وقتی میگوین یعنی عید فطر، رفته بودن دیدن آقای خمینی، اینها رو خمینی باشون دیدار نکرد. بنابراین اینها این حرکت هواداران خمینی که از جریان تندرو اسلامی، فدایان اسلام، مؤتلفه و آخوندهای از این دست بود، یکی از نیروهای انقلاب بود. جریان دانشگاهی ایران که شریعتی در میان اونها نقش داشت و اونها در پیرامون آدمهای مانند شریعتی گرد آمده بودند و شریعتی هم با نهضت آزادی پیوند داشت، ولی خب جریان خودش رو هم داشت. حسینی ارشاد در واقع در اوج دوران عده شمار زیادی میرفتن و سخنان شریعتی رو گوش میکردن. جریان سوم همین جریان نهضت آزادی است، یعنی کسانی است که از خانواده مصدقی بیرون آمدن و به جریان ملی مذهبی تبدیل شدن و تبدیل شدن به جریان مذهبی هوادار جریان انقلاب، با آقای بازرگان در رأس بر بالای اونها نشسته و جریان دیگری که به انقلاب در این حرکت بزرگ کوشش کرد، فکر توده‌ای و جریان توده‌ای در ایران بود. اون حرکت توده‌ای ها و جریان های طرفدار توده‌ای در درون سازمان فدایان اکثریت، این جریان ها به هم پیوست و انقلاب 57 رو خیلی سریع انجام داد، یک پارچه کرد و یکایک اینها هم قربانی اون جریان اصلی پیرامون خمینی شدند. یعنی توده ای ها، فدایان اسلام و چپی ها رو همه رو کنار نهادن. خود نهضت آزادی پس از چند سال خانه نشین شد، بازرگان رو بدنام کردن، ناسزا به او میگفتن، حتی جلوگیری میکردن از اینکه فعالیت بکنه و گروه های دیگر رو هم یک یک در واقع از کنار این داستان رماندن. آقای امینی، یه نامه محرمانم روح‌الله خمینی درباره نهضت آزادی نوشته. بله. البته نهضت آزادی میگه این یک ساختگی ساخته است. بله. گفته است که من یک دو جملهش فقط میخونم. نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارد و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مقلد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، به هر حال اینا صلاحیت ندارند. ببینید این نامه 3 دقیقه وقت داریم. بله. ساختگیست به چند دلیل. نخست اینکه آقای خمینی هیچ بیم و حراسی نداشت که مخالفان رو تهدید کنه و درباره اونها نوشته بیرون بده. در مورد جبهه ملی گفت اینها نه تنها کافر هستن، گفت اینها زنشون هم برشون حرامه، یادتون باشه. بنابراین گرفتاری در این که نوشته ای در مورد نهضت آزادی بدهد نداشت. دو دیگر این که شما اگر این نوشته رو دقیق بخوانید، این نوشته فعل و فاعل و مفعول همه جا همه چیز سر جاش نشسته، یعنی یک نوشته استواری است از نقطه نظر دستوری و این به نوشته های آقای خمینی نمیخونه. واژه قانون گذاری واژه‌ای که آقای خمینی به کار ببره نبوده.
و این نوشته به نظر می آید که آقا احمد یا کسان دیگری دادن، کسانی نوشتن و بیرون دادن. در دشمنی و درگیری آقای خمینی با نهضت آزادی جای گفتگو نیست، ولی فراموش نکنیم نهضت آزادی، بازگردیم به نکته‌ای که مطرح کردیم، نهضت آزادی در ساختن جمهوری اسلامی، در پاسداری از جمهوری اسلامی و پس از اون در پشتیبانی از جمهوری اسلامی نقش داشته. شما اگر به یادمانده آقای ببینید برگردم از بدید برگردم به جریان یه دقیقه و نیم وقت این آقای امینی عزیز جمعت. یک دقیقه و چل ثانیه ده. آقای صحابی از ایشان پرسیدن که چرا شما از جبهه ملی جدا شدید؟ گفت جبهه ملی جریان لایک بوده و بیشتر مسائل حقوق و قانون رو دنبال میکرده. ما اسلامی هستیم، ما میخواییم اسلام رو به ایران بیاوریم. آقای خمینی همین وعده رو داده و این جذب شدن آقای صحابی به سوی این جریان و آقای بازرگان به دلیل همفکری است. من نیک به یاد دارم هنگامی که آقای صحابی آمده بود منزل ما برای اینکه پدر من رو که به هر حال حقوقدان بود ببرد به قم برای که خمینی رو قانع کنند که این مجلس مؤسسان برای قانون اساسی رو تصویب کنه، که پدر من گفت آقا این کار رو نکنید، ایشان بلا به سر شما خواهند آورد و متوجه نیستی. حالا بگذارید، نهضت آزادی در شکل گرفتن جمهوری اسلامی بسیار بسیار نقش داشته و پس از اون هم نه تنها توجیه کرده. من شما رو تنها در این فاصله کوتاه به دو نکته، به دو موضوع توجه میکنم. در یادمانده آقای صحابی، ایشان هنوز هوادار فدایان اسلام هستند، هنوز از اونها ستایش میکنند. یا آقای دکتر یزدی در تمام یادمانده سه جلدی خودش یک بار به رفتار گذشته خودش انتقاد نکرده. بسیار ممنونم آقای امینی عزیز. متاسفانه وقتمون به پایان رسید، وگرنه کلام شما گرم و گرمتر میشد و چقدر اطلاعات تازه داشت این گفتگو. ممنونم از شما، ممنونم از کارگردان برنامه آقای امیر و همیهنانی که به این برنامه ها ارج می‌نهند. شب و روزتون خوش.